همراه هستیم با آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر شجاعی، با توجه به اقدام مسلمانان اتریش در باز کردن مساجد برای سریزدگان، چگونه میتوان از این تجربه به عنوان الگویی برای همبستگی اجتماعی در جوامع دیگر استفاده کرد؟ ضمن سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و دستندرکاران و گردانندگان این شبکه وزین و این برنامه گرانقدر و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، من فکر می‌کنم که باید روی این نکته تاکید کرد که لازمه یک همچین رفتار همدلانه میان مسلمانان و غیر مسلمانان این شرایطی که مسلمین در اتریش دارند هم هست. معمولا به خاطر اینکه کمتر اخباری از مسلمانان و جوامع اسلامی اتریش در فضای فارسی زبان منتشر شده، شاید بینندگان عزیز آشنا نباشند با این موضوع که در اتریش شده درسته که مثلا قانون منع مناره ها و پخش اذان ها وجود داره، ولی در این حال مسلمانان جمعیت ها و جماعت هاشون در اتریش رسمیت قانونی داره، از سوی دولت به عنوان اشخاص حقوقی شخصیت به رسمیت شناخته میشن و در 2014 یک قانون حمایت از مسلمانان و قانون اجرای اسلام اجرا شد، تصویب شد که در 2015 قطعی شد و ما 5 جماعت بزرگ اسلامی ثبت شده در اتریش داریم و مساجد متعدد و یکی از اینها خود 60 مسجد داره که مربوط به ترک ها هست و ولو 8% بیشتر از جمعیت اتریش مسلمان نیستند، اما اینها توانستند که به خاطر قانونمند بودنشون کاملا رسمیت در جامعه اتریش داشته باشد و به خاطر همین هم کاملا رفتارهای اسلامیشون به رسمیت شناخته میشه، قدر دانسته میشه و آزادانه تعامل باشون میشه. شاید اگر همین راههای قانونی رو که مسلمانان اتریش با زحمت طی کردن و این رسمیتی که برای خودشون ایجاد کردن و برای نهادهاشون ایجاد کردن دیگران هم در کشورهای اروپایی دیگر انجام بدن، خیلی خوب بتونن از این الگوی بهره‌مند بشن. بله، سپاسگزارم از شما. دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان.